ورود سه کاوشگر به مدار و سطح مریخ ظرف تنها نه روز بازتاب عزم راسخ انسان برای کشف ناشناخته فراوان و کشف بقایای احتمالی حیات در سیاره سرخ است. همنه حسینی گزارش میدهد. سه مهمان جدید از سه گوشه کره خاکی ظرف نه روز به دیدار میزبانی می روند که نصف مهمانهای قبلی خود را نابود کرده است. مریخ ماهواره عمل یا امید امارات ساخته اماراتی ها با همکاری دانشگاه کلرادو که دویست میلیون دلار هزینه برده است غرور و شعفی بی سابقه را در این کشور عرب واقع در خلیج فارس ایجاد کرده است مأموریت عمل نظارت بر آب و هوای مریخ از مدار نسبتاً بلند 44 هزار کیلومتری این سیاره است اما ورود کاوشگر تیان یک به مدار مریخ و فرود برنامه ریزی شده آن پس از اتمام مأموریت در مدار سرآغاز تلاش های دامنهدار و جاه چینیها چینی ها برای تسخیر سیاره سرخ است. معنی نام این کاوشگر در زبان چینی جستجو برای حقیقت آسمانی است و در صورت فرود موفقیت آمیز چینی ها انحصار فرود موفقیت آمیز بر روی مریخ را از چنگ آمریکایی ها خواهند رو بود. پرسویرنس یا استقامت ناسا برخلاف رقبای اماراتی و چینی خود قرار است طی یک عملیات نفسگیر هفت دقیقه ای پس از ورودش به جو مریخ در دلتای یک رودخانه باستانی فرود بیاید. علا رغم موفقیت آمریکایی‌ها در هشت معموریت از نه معموریت قبلی به مریخ تأخیر یازده و نیم در ارتباط و انبوه سخره های شیبدار، گودال های عمیق و میادین پوشیده از سنگ در محل فرود، این معموریت را به یکی از دشوارترین چالش های بشر در طول تاریخ تبدیل کرده است. کاوشگر شش چرخی پرسویرنس نمونه های سنگی جمع وری می کند که قرار است طی عملیاتی دیگر در اوایل دهه بعدی میلادی به زمین بازگردانده شوند. علا رغم صرف حزینه های هنگفت و مخاطرات پرشمار اتش سیری ناپذیر انسان برای کشف ناشناخته ها وی را بران داشته عمل تیانون یک و پرسیویرنس را به مقصدی بفرستد که 480 میلیون کیلومتر از زمین دور است. همنا حسینی صدای آمریکا.